بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه و از اینکه یک بار دیگه بیننده برنامه سرزمین عشق هستید از شما سپاسگزارم. همچون شبهای گذشته امشب هم در خدمت کارشناس عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین کریمی هستیم که از طرف خودم و شما خدمت ایشون عرض سلام و احترام دارم. حجت کریمی سلام، بنده رو پذیرا باشید. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم ان شاء الله امشب هم در بخش دیگری از بیان رسالت های بانوی کربلا عقیلة العرب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بتوانیم قطره ای از این دریا رو ان شاء الله برداشت و تقدیم خدمت بینندگان عزیز بکنیم. مثل شبهای گذشته عرض ادبی به ساحت قدسی و نورانی آقا سید الشهدا علیه السلام و برادر بزرگوارشون قمر منیر بنی هاشم علیه السلام داشته باشیم و به نیابت از همه حقداران، به نیابت از همه انبیا، اولیا، شهدا، پدران، مادران، عزیزانی که مرتب در تماسن، ملتمس دعا هستند، به نیابت از همه این بزرگواران عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس این دو بزرگوار داریم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين ورحمة الله وبركاته. أحسنت. انشاءالله که قبول باشه از همه ما عرض سلام و ادب خدمت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. همچون شبهای گذشته امشب هم مهمان صحبتهای جناب حجت الاسلام و المسلمین کریمی هستیم تا انشاءالله به ابعاد شخصیتی حضرت زینب سلام الله علیها بیشتر آشنا بشیم و معرفتمون رو نسبت به این بانوی بزرگوار افزایش بدیم. حاجا کریمی در خدمتتون هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و امنن علینا برضاه و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المنتظرین لظهوره و دولته آمین یا رب العالمین. در ادامه عرائض و مباحث شبه‌های گذشتمون در رابطه با رسالت‌های ارزشمند بانوی کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به یکی دیگر از ابعاد شخصیتی بسیار ارزشمند اون بی بی در بحث امشب اشاره خواهیم کرد و با استفاده و استمداد از آیات نورانی قرآن و کلمات گوهربار و دورربار معصومین علیهم السلام بحث را تعقیب می کنیم. قبل از اینکه این نکته مهم را عرض بکنم، بدانیم زبان عاجز، بیان قاصر، قلم ناتوان از درک شخصیت این بانو و پی بردن به عمق و ژرفنای شخصیتی حضرت زینب سلام الله علیها، حرف بزرگ رجالی شیعه آیت الله مامقانی در رجالشونه. ایشون فرمودن از زینب و ما ادراکم از زینب، تو چه میدانی زینب کیست؟ بل. خدا باید او را معرفی کند، خاتم الانبیا باید او را معرفی کند، امیر المومنین و حضرت زهرا علیهم صلوات الله اجمعین، ائمه طاهرین باید این بانو رو معرفی کنن. تازه در تعریف و معرفی اونها و فهم اون تعریفات باز ما باید اظهار عجز و ناتوانی کنیم. اما به قول ما طلبه ها، ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، آب دریا را اگر نتوان چشید، آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید. بحث امشب ما در رابطه با ابعاد شخصیتی حضرت زینب علیها سلام الله این بعد زیباست: فتوت و مردانگی. یکی از صفات بسیار ارزشمند اخلاقی است که ریشه و اساس بسیاری از فضائل و مکارم اخلاقی است. همچون شبهای گذشته میریم به سراغ آیات بینات قرآن کریم و از اون پس به سراغ کلمات معصومین علیهم صلوات الله اجمعین. جایگاه فتوت و مردانگی در قرآن و حدیث چه جایگاهی است؟ دو کلید واژه مهم در رابطه با این بحث رو من اشاره می کنم. البته کلید واژه های دیگر هم هست، اما با توجه به مدیریت زمان و وقت به همین دو کلید واژه من بسنده می کنم. یک کلید واژه فتا و فتیه به. و یکی هم کلید واژه رجال در قرآن. اما در رابطه با کلید واژه فتا و فتیه، در قصه حضرت ابراهیم قهرمان توحید علی نبینا و آله و علیه السلام، وقتی که زد تمام اون بت‌ها رو شکست در اون روز تعطیلی که همه به تفریح رفته بودن، همه رو زد شکست و اون تبر را هم به گردن بت بزرگ انداخت، سوره مبارکه انبیا آیه 60 چنین بیان می کند، فقط رد می شم اشاره ای.
خب همه برگشتند و دیدن چه اوضاع و چه نابسامانی و بت‌ها و بت‌کده همه ویران. گفتن این کار کی میتونه باشد؟ قالوا سمعنا فتا یقال له ابراهیم. گفتن ما شنیدیم این باید کار یه جوان مرد. حتی ببینید ابراهیم علیه السلام در دید دشمنم اینقدر بزرگه، گرچه اونها کارش رو رد کردن، با خودشم میانه خوبی نداشتن، اما دشمنم اقرار و اعتراف دارد. قالوا سمعنا فتا، یه جوان مردی که نامش ابراهیم. باز در سوره مبارکه کهف، در قصه اصحاب کهف، خیلی زیبا قرآن این بزرگ مردان و این افرادی که دارای فتوت و مردانگی بودند رو معرفی میکند. نحنو نقصو علیک نبأهم بالحق. پیامبر، ما جریان اصحاب کهف را به حق برای تو بازگو میکنیم. اجازه بفرمایید من یکی دو آیه از آیات سوره کهف در این زمینه رو که حاوی نکات ارزشمندی است به طور گذرا عرض کنم و نتیجه بگیرم. آیه 13 چنین شروع می شود. البته قبل از این آیه 13 هم در آیه 10 هم باز واژه فتیه آمده است. اذ اول فتیتو الالکهف فقالو ربنا آتنا من لدن که رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. جوان مردانی که حرکت کردن و پشت پا زدن به اون جامعه کفر و شرکالود دقیانوسی و پست وزارت رو رها کردن، کم پستی نبوده، پست وزارت رو رها کردن، با تفکر با اندیشه عالی خدا میفرمود ما اینا رو کمک کردیم، حرکت کردند و دعا کردند. اگر دعا در متن حرکت باشد به نتیجه میرسد. تمام دعاهای قرآن رو اگر ملاحظه بفرمایید همش در وسط میدانه با. یا وسط میدان تفکر است یا وسط میدان جنگ. ربنا افرغ علینا صبرا، قصه طالوت و جالوت، وسط میدان. اصحاب کهف را افتادن، اول فتیت و الال کهف، جوان مردانی که به سوی غار حرکت کردن، سخنشون این بود ربنا آتنا من لدن که رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. از جانب خودت رحمتی بر ما فرو فرست و ما را به رشد و کمال برسان. جالبه، کمال و رشد اصحاب کهف چیه؟ اینا رفتند و به اون مقاماتی که باید برسن رسیدند و یک سوره در قرآن به نامشون. خداوندم میفرماد جریان اینها را برای مردم بیان کن. کی بودن اینا؟ انهم فتیتون، جوان مردانی که دارای فتوت، مردانگی، ایمان به پروردگارشون آوردن. ما هم دمادم بر هدایت و راهنماییشون افزودیم. آیه بعدم اشاره‌ای بکنم و این قسمت تمام. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، ما بین دلها و قلوب این جوان مردان با فتوت پیوند ایجاد کردیم، دلاشون رو محکم و مستحکم نمودیم. ذره ترس وحشت در فکر و روح و جانشون راه پیدا نکند. کی ما بین دلهاشون ارتباط پیوند؟ اذ قامو، اون هنگام که قیام کردن، حرکت کردن و سخنشون هم این بود ربنا فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو و من دونهی الهن لقد قلنا اذن شتتا. گفتن پروردگار ما، خالق ما، مربی ما، مالک ما، رب آسمان ها و زمین، ما به جز او کسی رو نمیخوانیم. یعنی دقیقا در مقابل نقطه مقابل
جامعه دقیانوسی و کفرآمیز ایستادن و بیان کردن اعتقاد ارزشمند خود را و گفتن ما مسیر باطل را نمی رویم. رشدشان چی شد؟ امام صادق علیه السلام فرمودند در عصر ظهور و در زمان تشکیل دولت جهانی فرزندم مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف، یه بخشی از وزرای دستگاه امام عصر اصحاب کهفن. ارزش داره یا نه؟ بله. از اون پست وزارت باطل گذشتی، یه جای عالی تر از اون حرام گذشتی، از حلال نصیبت میکنه. احسنت. خب این تعبیر مردانگی و فتوت. کلید واژه دوم، کلید واژه رجاله که در سوره مبارکه نور خیلی زیبا خداوند این حقیقت رو در سه تا آیه چقدر زیبا بیان می کند. من با دو آیش خیلی بینندگان عزیز رو معطل نمی کنم. اون آیه سوم، آیه 35، 36، 37 سوره مبارکه نور که از اینجا با این عبارت شروع میشه. آیه نور معروفه، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. فقط یه اشاره که ما در جلسه قبل هم به مناسبت بحث حجاب، به مناسبت بحث عفت و پاک دامنی بانوی کربلا حضرت زینب سلام الله علیها اشاره به این آیات داشتیم، اما در یه بعد دیگه. امشب به یه مناسبت دیگه و اون مسئله فتوت و مردانگی حضرت زینب سلام الله علیها است. خب این آیه اول، آیه 35 سوره نور، خدا نور مطلق است، نور آسمان ها و زمین نور پروردگار است. خدا این نورش را یک جا به 14 معصوم منتقل کرده، یعنی در این آیه نور خدا یه جمله برای خودش گفته، توحید، الله و نور و سماوات و الارض، تمام. از مثل و نورهی به بعد تجلی این نوره. خب این نور کجا جلوه کرده است؟ چون ما که نه دسترسی به خدا داریم، نه نورش رو میتونیم اصلا ببینیم و تحمل کنیم، ظرفیت ما محدوده. اما خداوند متعال 14 نور از سنخ نور خودش، از سنخ نور خودش آفریده است که این انوار مقدسه میتوانن اون نور و سماوات و الارض را تجلی بدن. و هر کسم بدون رو در بایستی در عالم، در تمام عوالم وجود، هر کسم دنبال نور میگرده باید بیاد سراغ این 14 نور پاک. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. این ور اون ور بگردن، این در اون در بزنن، اگر از قرآن و عترت جدا باشن نوری نصیبشون نمی شود، بلکه ظلمت ظلمت است. در آیات بعدی خدا می فرماید ظلماتون سحابون فوقه، ظلماتون در ظلمت در ظلمتن. خب این آیه اول، نور مطلق خداست، 14 نور تجلی اون نورن. خب حالا آیه 36 خیلی زیباست، مرکز این نور کجاست؟ محل این نور، کلمه فی برای ظرفیت، ظرف این نور، نور توحید، نور نبوت، نور ولایت، که دیگه فرصت نیست من این آیه اول 35 رو، مشکات کیست، مصباح کیست، زجاجه کیست، 14 معصوم تو این آیه به بیان امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه بیان شده است، فرصت نیست رد میشم. ظرف این نور کجاست؟ ظرف الله نور السماوات،
ظرف مشکات نبوت، ظرف مصباح ولایت، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. ظرف نور توحید و نبوت و ولایت، خانه امیر المومنین و خانه حضرت زهرا علیهما سلام الله است. این رو همه مفسرین شیعه گفتن، از اهل سنت هم برخی اشاره کردن. ملا جلال سیوطی از محققین، مفسرین، ادبا، عالم بزرگی است در بین اهل سنت. ملا جلال سیوطی هم ادیب است، هم فقیه است، هم مفسر. در تفسیر در المنصورش در ذیل این آیه میگه این فی بیوتن کدوم خانه است؟ هی بیت علی و فاطمه. این خانه، خانه امیر المومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه. خب ویژگی این خانه چیه؟ این مقدمات رو عرض میکنم تا به نتیجه اصلی برسیم. این خانه رو خدا میفرماد من اراده کردم و اذن دادم ارتفاع داشته باشد، رفعت داشته باشه. این ارتفاع چه ارتفاعیه؟ آیا او ارتفاعی است که مردم دنبالشن؟ به این بنگاه و به اون بنگاه املاکی میسپاره. یک خانه، یه زمین سنبشی، ارتفاع هم خوب ارتفاع بدند و بتونم بسازم برج. آیا این ارتفاع اونه؟ نه، یک خانه محقر گلین، اما در تمام عوالم وجود هرچه نور است، هرچه حق و حقیقت است، از این خانه است. انا اعطیناک الکوثر فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خب خدا این خانه رو به رخ عالم و آدم میکشه، میگه این خانه رو الگو قرار بدید. چرا؟ ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه یسبح له فیها بالغدو والآصال. این خانه و اهلش اهل تسبیحن، اهل انس با خدان، اونم نه در یه مقطع خاص. کلمه یسبح خودش دال بر استمراره، تازه بالغدو والآصال هم تأکید در، یعنی صبحگاهان، شامگاهان، علت دوام این خانه و اهلش محل انس با خداست. نماز علی و فاطمه را خدا به رخ عالم و آدم کشیده است. اینا مقدمه. آیه 37 شاهد ارزم، کلید واژه رجال، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. صادرات این خانه کیانن؟ صادرات، تولیدات این خونه، بالاخره این خانه ای که خدا اذن و اجازه ارتفاع و بلندی داده است، اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، صادرات این خونه چیه؟ قرآن خدا میفرماد صادرات این خانه مردانی هستند با چهار ویژگی. قطعا این رجال به معنای جنس مذکر نیست. بله، قطعا و مسلما این رجال یعنی اونها که دارای صفت فتوتن، مرد باشن یا زن باشن. اون فاطمه و اون امیرالمومنین علیهم السلام حسین پرور می شود، زینب پرور می شود، قهرمان کربلا می آفریند، بانوی کربلا تولید می کند و به عالم صادر می کند. خب ویژگی های این فتوت، کلید واژه رجال، همون فتوت و مردانگی. چهار تا ویژگی دارن اینها. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار. یک، لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، یک لحظه از یاد خدا غافل نیستش، یک لحظه بی ذکر و بی ارتباط ندارن.
رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع. دو، و اقام الصلا، نماز رو اقامه میکنن، نمیگه نماز میخونن. یه نماز خوندن داریم، یه نماز بپا کردن. بله. اقامه، اقامه یه نماز یعنی جوری نماز بخواند هر بی نمازی رو عاشق نماز کنه، هر ملحدی رو موحد کنه. نماز امام حسین و نماز یازدهم شب یازدهم محرم خواهرش زینب هر بی نمازی را نماز خوان میکنن. اون چه نمازی بود؟ چه نمازی بود که 13 نفر از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام در این سرزمین کنار بدن، کنار قامت ایستاده حضرت سید الشهدا علیه السلام برای نماز به شهادت رسیدن. اون چه نمازی شب 11 محرم که امام زمان به اون نماز افتخار کرده، خدا به اون نماز فخریه دارد. با بزرگان و اساتید ما و اولیاء خدا فرمودن اگر خواستید یک دعا بکنید که ردخور نداشته باشد، خدا رو قسم بدید به نماز شب 11 حضرت زینب کبرا. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه، نماز رو به پا داشت، و ایتاء زکا، جود و کرم. اصلا یه جلسه باید ما راجع به سخاوت حضرت زینب صحبت کنیم که قطعا فرصت نمی شود، و انشاءالله اگر حیاتی بود جلسه بعد راجع به عبادت حضرت زینب. ایتاء زکا، امام حسین کیه؟ چه جودی، چه کرمی؟ امام حسن کیه؟ ام کلثوم کیه؟ حضرت زینب کیه؟ و ایتاء الزکا، و ویژگی چهارم، یخافون یوماً تتقلب فیه القلوب والابصار، از آن روز قیامت، از آن محشر کبرا در بیم و حراسن، توجه به معاد و روز قیامت. این دو کلید واژه در قرآن. حالا یه بخشم از روایت به دو تا روایت زیبا از بزرگ مرد عالم، از اون بزرگ مردی که دامنش مردان و زنان با فتوت را تحویل عالم و آدم داد، قال علی علیه السلام، در این زمین حدیث فراوان، اما من به دو روایت بسنده میکنم انشالله بحثمون جمع بشه و نتیجه گیری و عرض ادب به ساحت قدسی حضرت زینب سلام الله علیه. قال علی علیه السلام: الرجل کل الرجل نعم الرجل من جعل هواه تبعا لامر مولاه. به 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 این حدیث. حضرت میفرماد مرد، تمام مرد، چه مرد عالی کیه؟ کسی که تمام تمایلات، تمام خواهش های نفسانیشو پشت امر مولایش قرار بده. هوایی ندارم جز هوای یار، خواسته ای ندارم جز خواسته ای. این مرد، مرد مردانگی. بله. یه حدیث دیگرم باز از وجود مقدس آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، این بخش تمام. قال علی علیه السلام: البلوغ و بلوغان، بلوغ الرجال، بلوغ الاطفال و بلوغ الرجال. البلوغ و بلوغان، بلوغ الاطفال و بلوغ الرجال. اما بلوغ الاطفال فبخروج المنی، و اما بلوغ الرجال فبالخروج عن المنا. خیلی زیبا فرمودن بلوغ دو نوع بلوغ است، بالغ شدن. بله. یک بلوغ بچه ها، بچه ها کی بالغ میشن؟ فرمودن به اون حالت جنابت حاصل بشه. بله. مردان، مرد کی مرد میشه؟ از اون حالت طفولیت میاد بیرون، بالغ میشه. بلوغ مردان رو فرمودن از منیت ها، از هواها، از خودپرستی ها، از شهوت پرستی، از حب به دنیا، از حب از این پرستش ها،
از این محبت ها و وابستگی ها و تعلقات اگر خارج شد، این میشه مرد. منی و منار هم هر دو یه جور می نویسن، کلمه تلفظ هر دو منی منا، اما از زمین تا آسمان تفاوت دارد. اگر تونستیم ما هم از این منیت ها، از این خودخواهی ها بیرون بیایم، ما میشیم مرد و مرد مرد. لذا اولیاء خدا وقتی میمدن شاگردان طالبان کمال و رشد، آقا چجوری ما را میبینین؟ میمدن شما چهرتون چهره دنیاییه، مرد نشدید. یه سری دستورات میدادن، میرفت طرف عمل میکرد، میمد آقا نه یه خورده پیشرفت کردی اما هنو مرد مرد نشدی. تا به اون مراحل که دیگه فقط خواستش خواسته خدا و اولیاء خدا میفرمودن حالا مرد شد. بسیار احسنتم، خیلی ممنون و متشکر. در اینجا دو سوال شاید پیش بیاد که البته جوابش و پاسخش ساده است، ولی دوست داریم از زبان شما بشنویم و برای ما تداعی بشه و بازگو بشه دوباره. اینکه حضرت زینب سلام الله علیها اون فتوت و مردانگی که درشون وجود داره، مصدر و ریشه این فتوت و مردانگی چیست؟ و اگر یک چنین فتوت و مردانگی رو بخوایم از بی زینب کبرا سلام الله علیها فراغ بگیریم، ما جوانها، پیرمردها، زنها، بچه ها و تمامی افرادی که اقشار جامعه زندگی میکنیم در حال حاضر چی کار باید بکنیم؟ عرضم به حضورتون بسیار سوال کلیدی و عالی فرمودید. جوابش اینه که ببینیم حضرت زینب سلام الله علیها چه کار کردن به این مقام رسیدن. خود رو در محضر خدا و در محضر امام، یک شاگرد تشنه کمال و رشد، آب کم جوی تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. آتش داشتن، شیدا بودن، شیفته بودن، علاقه به رشد و کمال داشتن، بسترم فراهم، استاد خاتم الانبیا، استاد امیر المومنین، استاد صدیقه کبرا، استاد امام مجتبی، استاد سید الشهدا، استاد امام سجاد، و اینا استفاده کردند از این بسترهای آماده، بهره بردند. یکی از ویژگی‌های مهم حضرت زینب که خودش اصلا یه بحث داره، نمی‌رسیم ما در این مجال، اغتنام الفرص، استفاده بهینه از فرصت‌ها، از فرصت‌های طلایی که به دست میاد بهره برداری کردن. حضرت زینب سلام الله علیها حد اکثر استفاده رو از این فرصت ها بردن به اون مقامات. اما حالا ما، خب ما دستمون از پیغمبر کوتاه، دستمون از امام زمان کوتاه، اما در قرآن و روایات کلیداشو به ما گفتن. سه تا مطلب مهم در یه آیه آمده است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. خطاب به اهل ایمان، اهل ولایت، شیعه. بله. آیا اهل ایمان میخواید به رستگاری، به حقیقت آزادگی، حقیقت مردانگی؟ ما یه شب در بحث حریت، عزیزان مستحضرن، واژه فلاح رو معنا کردیم. بله. رسیدن به حقیقت آزادی، میخواید به حقیقت آزادی برسید، میخواید به حقیقت فتوت و مردانگی برسید، چون وقتی انسان آزاد میشه به فتوت میرسه. آدم اسیر گرفتاره، به جای نمیرسه، گیره. میخواید به رستگاری برسید که این رستگاری مقدمه رسیدن به فتوت و مردانگی، یک تقوا، عمل به واجبات، ترک محرمات، از چراغ قرمزای خدا رد نشید، از حریم شکنی نکنید. تقوا یعنی حریم شکنی نکنید، حرمت،
از ریشه وقایه است. بله. آدم وقتی به یه جای خطرناک میرسه، یه جایی که آتیش روشن کردن، یه مکان و سرزمینی که تیغ سنگ های خطرناکه، خودشو جمع میکنه. یعنی به حرام که میرسی خودتو جمع کن. اتقوا الله. دو، توسل. توسل. و سوم، تلاش. این سه عامل رو قرآن برای رسیدن به رستگاری و فتووت و آزادگی برای همگان بیان میکنه. احسنت. امیدواریم خداوند متعال به حق عزیزانش، به حق سید الشهدا، بزرگ آزاد مرد عالم، به حق حضرت زینب سلام الله علیه، بزرگ بانوی آزاد زن و شیر زن عالم، به ما توفیق حرکت در این مسیر، توفیق تقوا، توفیق توسل و توفیق جهاد و تلاش در این راه رو به همه ما مرحمت بفرمایید. الهی آمین انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم حجای کریمی. امشب هم بسیار استفاده کردیم و از اونجایی که وقت برنامه داره به پایان میرسه، تقریبا 8 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نیست، اجازه بفرمایید همچون رسم شبهای گذشته در 2-3 دقیقه خلاصه آنچه بیان شد رو هم از شما بشنویم و بعد به فیض بالاتر برسیم. ما در بحث امشب دو کلید واژه رو از قرآن در رابطه با بیان این بعد شخصیتی حضرت زینب سلام الله علیها، فتوت و مردانگی که ریشه بسیاری از فضائل اخلاقی است، دو کلید واژه از قرآن بیان شد. یکی کلید واژه فتا و فتیه. بله. و یکی هم کلید واژه رجال. رفتیم سراغ سوره مبارکه کهف و اصحاب کهف و اینها به چه بزرگ مردی رسیدن، چه گذشتی کردن و خدا به چه مقامات عالی اونها رو رساند و میرساند. یکی هم سوره مبارکه نور، سه تا آیه رو به صورت گذرا با یه توضیحات مختصر و اشاره به بعضی نکات ارزشمندش داشتیم. آیه نور 35، الله و نور و سماوات تا آخر. آیه دوم، فی بیوت، مرکز این نور توحید و نبوت و ولایت کجاست؟ خانه حضرت زهرا سلام الله. این خانه ویژگیش چیه؟ علد دوام، انس با خدا، ارتباط با مقام بالا. صادرات این خونه کیانند؟ رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون تا آخر. صادراتش مردان، قطعا این رجال به معنای جنس مذکر مقابل مؤنث نیست، اونهایی که دارای صفت فتوت و مردانگیان با اون چهار ویژه‌ای که قرآن بیان کرد. و بعد هم به دنبال سؤال زیبایی که حضرت عالی فرمودین که خب حضرت زینب سلام از کجا به این مقام، به این فتوت و مردانگی؟ استفاده از فرصتها، استفاده از بسترهای ارزشمندی که برشون ایجاد شد و بهره برداری بردن. ما چی گفتیم؟ قرآن فرمود تقوا، توسل و جهاد. این سه عامل رو قرآن میگه شما را هم به اون صفت فتوت و مردانگی و فلاح و رستگاری. خیلی ممنون و متشکر. در این 5 دقیقه پایانی هم انشالله از صدای گرم شما بهره ببریم و فیض ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. رخسار یاسم، سیلی دست خزان کجا؟ قد کمان و قامت سرو روان کجا؟ آل رسول و شام غم و مجلس یزید
سید یا صاحب الزمان آجرکم الله یا یا آل رسول و شام غم و مجلس یزید بزم شراب و رأس امام زمان کجا یا ای کاش می شکست قلم تا نمی نوش قرآن کجا و تشد زر و خیزران کجا خیزید خیزید ای زراری زهرا ندادهید زینب کجا و زینب کجا و مجلس نامحرمان کجا در مجلس یزید نپرسید یک نفر هفتاد داغ و این همه زخم زبان کجا گیرم نبود گیرم نبود سبت رسول خدا حسین چوب جفا کجا و لب میهمان کجا دیگه جلوتر نمیره کار به اونجا رسید که یه وقت سکینه نازدانه یبی عبدالله خودشو انداخت تو دامن امه جانشون زینب امه جان هنوز نشسته ای ببین یزید با سر بابام چه میکنه بمیرم وقتی بی بی نظر کردن دیدن نانجیب یزید با چوب خیزران بر لب و دندان حسین صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله احسنتم طيب الله انفاسكم بس يعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون خدایا به حق محمد آل محمد به حق بزرگ مردان عاشورای 61 هجری به حق آقا امام حسین علیه السلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به حق آقا امام سجادی که تمام اون داغهای کربلا رو دید و باز هم مسیر امامت رو به بهترین نحو اداره کرد و پیام عاشورا رو با زحمات و از جان گذشتگی های خودشون به ما رسوندن تعجیل در فرج مولا و صاحب امرمون آقا بقیت الله العظم قرار بده تا به دستان پرتوان حضرتش ببینیم که چگونه انتقام از ناپاکان گرفته میشه حاجا کرمی بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضرت و فیضی که به برنامه و به دلهای بینندگان دارید انشالله که خدا طول عمر با عزت و صدای گرم و نفس گرم به شما بیش از پیش عطا کنه بینندگان عزیز و ارجمند از شما هم بسیار سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با برنامه سرزمین عشق همراه بودید یک بار دیگه درخواست میکنم نظرات پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتما حتما برای ما ارسال بکنید و ارتباطتون رو با برنامه بیشتر کنید پیروز و سربلند باشید التماس دعا و یا علی حاجا حسن ای حسین جان از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه هر میزنه شبونه مولای من حسین جان
من حسین جان.